أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ای شیئن اکبر شهادتن قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. توفیق است خدمت حضار محترم برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیه که الان قرائت شد آیه شماره 19 هم است که در ادامه مباحث پیشین مطرح می شود. ملاحظه می فرمایید که به دنبال موارد قبلی که در این سوره 4-5 مورد حضرت باری تعالی فرمود قل، پیامبر بگو، اینجا هم فرمود قل. گاهی اشاره کردیم که هنگامی که حضرت حق به پیامبر می فرماید قل، حاکی از یه تضمین والایی نسبت به آنچه از زبان مبارک نبی رحمت صادر می شود خواهد بود. چون همه قرآن مقول قول است، یعنی تمام قرآن قول الله است که از زبان پیامبر شنیده می شود. اگر پس هر جا فعل قل گفته شد، اینجا اون مقام مستتر باطن به ظهور میرسد، یعنی اصرار ورزی بر این است که یه تثبیت بیشتری برای سخن پیامبر باشد و به بیانی یه تأیید و حمایتی است از نبی رحمت. چه چیزی رو الان مطرح کند نبی مکرم؟ قل ای شیئن اکبر شهادتن، بگو پیامبر شما آیا شاهدی میخواهید برای صدق ادعای ما؟ آیا میخواهید بدانید که ما واقعا این ادعایی که میکنیم به حق است و این نبوت نبوت الهی است؟ ما بهترین شاهد رو برای شما میآوریم. ای شیئن اکبر شهادتن، چه شیئی میتواند کبیرتر و عظیمتر باشد از جهت شهادت دادن برای این اثبات و برای اقامه این حق؟ قل الله، پیامبر تو خود جواب مطلب رو بازگو کن که این شأن توست که این رو تعیین کنی. بگو الله شهید بینی و بینکم، اون شهیدی است که بین من و شما انجام شهادت میدهد و در موضع شهادت می نشیند. استحضار دارید بحث شهادت نوعاً کجا مطرح می شود؟ برای اثبات مدعا. این که از جهت حقوقی ما اگر کسی در مقام ادعا بود و مدعی بود، به اصطلاح البینتو علی المدعی و الیمین علی من انکر، اون کسی که مدعی است با شاهد قام کند، یعنی بینه نوعا از جهت حقوقی اطلاق بر مقام شهادت میشه، چیزی که اثبات کند و روشن کند حق را در این ماجرا. اون سوی قضیه کسی که انکار دارد، یعنی خوانده شده این پرونده است، نخواهان این ادعا، به سوگند و قسم متوسل می شود. چه ادعایی مهمتر از اثبات سفارت و نبوت از سوی خداوند؟
و چه شاهدی به حق تر و سزاوارتر از اون که ذات حق به صحنه بیاید و شهادت بدهد. این نکته هم لطیف است که در مقام شهادت استحضار دارید ما دو جایگاه داریم. این رو به اصطلاح قضایی میگویند تحمل شهادت و اداء شهادت. تحمل شهادت این است که هنگامی که یه مسئله و یه حقیقتی در حال تحقق و وقوعه، این دقیقاً به عینه تصویر برداری بشه، به عینه مسجل باشد برای یه کسی که چه اتفاقی افتاد و حقیقت چیست. این ممکنه بماند چنین حالتی و ادراکی، این مقام تحمل شهادته. شاید سالها بگذره، یه زمانی بگذره، بعد اونگاه نیاز به این باشه که اون چه ما دیدیم و در اون صحنه به خاطر سپاردیم الان در محکمه حق مطرح کنیم. این میشه اداء شهادت. یه تحمل شهادت داریم، یه اداء شهادت داریم. خداوند سبحان در مقام تحمل و در مقام دیدن اون که اقرأ بسم ربک الذی خلق، که بالاترین شاهد این ماجراست که خود فرستاده است این امین وحی رو و جبرئیل رو فرستاده است بر قلب مبارک این پیامبر نزل به الروح الامین که جان او رو مصفا و روشن کند به نور وحی الهی و اون تابش معرفت. در مقام تحمل که هیچ کس نمیتواند متحمل این وحی باشد جز خود ذات باری تعالی که اون بزم انس رو خود او آراسته است و این مطاعن ام امین رو و این جبرئیل امین رو و این فرستاده قدسی رو خود او بر قلب این پیامبر میهمان کرده است. پس در مقام تحمل کسی را یارای اون نیست که بخواهد به شهادت بنشیند جز حضرت سبحانی. و در مقام اداء شهادت هم چه شهادتی فراگیرتر و گسترده تر و متقنتر از اون که خود ذات باری تعالی به حمایت عبد و بنده و رسول خودش به محکمه شهادت بیاید، به مقام شهادت بنشیند و از خان رو روشن کنه. قل ای شیء اکبر شهادتن، بگو چه چیزی کبیرتر است از جهت شهادت، یعنی چه شاهدی میتواند فراترین و بالاترین شاهد باشد. قل الله، هیچ جای تردیدی نیست که خود الله. قل الله شهید بینی و بینکم، اوست که میتواند شهید بین من و شما باشد. استحضار دارید در مورد خداوند سبحان کلمه شاهد کمتر اطلاع میشه. بیشتر موارد رو که میبینید شهید است. فرق بین شاهد و شهید رو استحضار دارید. کلمه شاهد اسم فاعل، اما شهید صفت مشبه است. اسم فاعل نوعاً حدوث رو میرساند، دوام رو نمیرساند، اما صفت مشبه دوام رو هم میرساند. اگر کسی شاهد است ممکنه در یه جای شهادت داد تمام، اما دیگه در جای دیگه شاهد نباشه. اما شهید اون کسی است که در هر لحظه، در هر آن، در هر مقام، در هر مکان اون شهادت فراگیر رو شهید میگن، دیگه شاهد نمیگویند. لذا مقام شهادت خب علل قاعده در مورد ذات باری تعالی به کار برده می شود و مگر موارد خاصی که اون که خود خداوند به کار ببرد. فرمود قول الله شهید بینی و بینکم. البته قبل از اینکه ادامه بحث رو مطرح کنم، قل ای شیء اکبر شهادتا، گاهی این اختلاف نظر در بین متکلمان وجود دارد که آیا بر خداوند شیء گفته می شود؟ شی رو شما در پارسی معنا میکنید چیز، چیزی مثلا. حالا این معنا معنای درستی هست یا نیست، مطابق است یا مطابق نیست، این بحثی است. اما میشه کلمه شی رو بر خدا گفت؟ خداوند خودش در قرآن گفته است. این اختلافی بوده است از گذشته که گاهی بعضی ها در اینجا مقداری حالت خاصی رو، موضعی رو داشتن. نه اینکه قل ای شیء اکبر شهادتن یا لیس کمثله شی، اینو خداوند در قرآن به کار برده است. منتها در تفسیر و در تبیین نکته از زبان پیشوایان دین امیرالمومنین در نهج البلاغه داریم شیء لا کبقیت الاشیاء، خداوند شیء است، نه به اون مفهوم شیء که شما در ذهنتون می آید. یعنی شما از شیء موجود می آید، اما از شیء هنگامی که به خدا اطلاق می شود وجود می آید نه موجود، چون کلمه موجود و موجودیت اون ممکنیت و امکان در اون نهفته است. یعنی اینکه بالاخره واجدی دارد و موجدی دارد که این موجود رو به صحنه وجود می آورد.
اما وقتی کلمه وجود باشه، وجود خود هستی است، همان است که ما آدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. اون وجود مطلق از آن خداوند است، لذا شیء به معنای وجود، اما لا که بقیه الاشیاء، مانند بقیه وجودها وجود او نیست. اون وجودی است که بالاخره حالا بحث و حدیث ها در اینجا زیاد است، بحث اصالت وجود باشد، اصالت ماهیت باشد. ان الوجود ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خارفنا علیل. یا عرض به خدمتتون به تعبیر بعض از جماعت دیگر، خب اصالت وجود رو قائل نباشن حکما و فلاسفه اصالت ماهیت رو، که دیگه اینها بحثایی نیست که در مقام تفسیر ما حاجت به طرح اونها باشد، که مقولات عقلی فلسفی است. بنابراین کلمه شهادت بر ذات حق، کلمه شهید اطلاق شد، کلمه شی هم اطلاق می شود بر خداوند، منتها با این بیانی که از معصوم عرض کرد، قل ای شیئن اکبر شهادتن قل الله شهید بینی و بینکم. خب بفرمایید این شهادت خدا رو ما چگونه لمس کنیم؟ آیا خداوند به محکمی آید؟ آیا خداوند در حضور کدام قاضی می خواهد شهادت خودش رو مطرح کند و اثبات مدعا بکند؟ چگونه خداوند می تواند با همگان صحبت کند و این شهادتش رو اثبات کند و مدعای نبوت پیامبر رو به کرسی بنشاند؟ سریعا به دنبال اون مطرح می کند ذاته، و اوحیه الیه هذا القرآن. راه اثبات شهادت خداوند در مورد حقانیت من همین وحی است، همین که و اوحیه وحی شده است به من همین قرآن. بالاترین مستند شخصیت پیامبر بدون تردید کلام الهی است و قرآن است. بهترین سند مصدق تثبیت شده اثبات نبوت نبی مکرم اسلام، آیه آیه قرآن کریم، صفحه صفحه و سوره سوره این کتاب نورانی است که اثبات مدعای نبوت پیامبر می کند. خب دیگه اینها مقوله نیست که بخوایم بپردازیم در حضور عزیزان. چشیدید طعم خوش این مفاهیم و معانی رو، به اجاز قرآن آشنا هستید. میدانیم در جامعه‌ای که سطح فرهنگ عمومی در حدی است که بالاخره قلم به دستان این جامعه از تعداد انگشتان دو دست بیش تجاوز نمی کنند، در جامعه‌ای که نه مکتبی دارید، نه مدرسه‌ای دارید، نه سابقه سیستم آموزشی، فرهنگی، اجتماعی در اینجا وجود دارد، در جامعه‌ای که بالاخره اندیش آنچنان عمقی ندارد، تفکرات مبنایی در این جامعه وجود خارجی ندارد، استحضار دارید بیشترین چیزی که در مورد عرب و سوابق فرهنگی جامعه عرب مطرح میشه همونی که خود عرب ها میگفتند در شعر و دیوان العرب، بیشترین بار قناع فرهنگی این جامعه در اشعار و سروده های شاعران اون یافت می شد. شما نه شاهد تصنیفی هستید، نه تألیف رسمی در سوابق جاهلیت عرب هستید. اصلا جاهلیت الاولا، این تعبیری که قرآن به کار می برد، برگرفته و اقتباس از خود فرهنگ اون جماعت دارد. خودشون این اقرار رو در حد خودشون و حق خودشون دارند. در یه جامعه که هیچ آشنایی با فرهنگ و تمدن و نوآوری و خلاقیت و اون بنیانهای قوی زیربنایی نیست، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، کسی بیاید سخنی بگوید که مبنای این کلام و کتاب رو بر تفکر و اندیشه قرار بده، مبنای اون رو بر تعلیم و تعلم قرار بدهد، مبنای اون رو بر آموزش، پژوهش، تهذیب، تزکیه قرار بده. هیچ تناسبی بین این بستر و بین این جاری در این بستر دیده نمی شود. خود لحن آیات الهی، سوق و سمت کلام خداوند، به انتصاب اون به این جامعه، این برهه از زمان بشری و این شخصیت، آفتاب آمد دلیل آفتاب، این خودش شهادتی به این است که این پیامبر از خودش چیزی نمی گوید. بالاخره تربیت شده در یه محیط، نمی خوام وارد این مقوله بیشتر بشم، ما وقتی شخصیت‌های تاریخی رو بحث می‌کنیم یا شخصیت‌های ادبی رو مثلا در بستر زمان، متفکران رو، هیچ کدام از اینها از زمان خودشون بیگانه نیستن، یعنی اینها می‌جوشند از دل زمان. شما نمی‌توانید حکیم ابوالقاسم فردوسی رو 100 سال قبل از خودش بجویید در تمدن و فرهنگ این آب و خاک، و نمی‌توانید 200 سال بعد از خودش پیدا کنید، یعنی اون بازه زمانی 50 ساله است که فردوسی تولید می‌کند و فردوسی میسازد و تقدیم میکند. شما اگر بعد از اون چشمتون باز کنید، دیگه باید ناصر خسرو ببینید،
باید جامع الحکمتین ببینید، باید خانه اخوان ببینید، باید سفرنامه ببینید و اون اندیشه های فاطمیه اونچنانی رو بخوانید در ناصر خسرو. دیگه نمیتوانید شما اون حماسه اونچنانی ببینید و به نام خداوند جان و خرد به اون معنا مطرح بشه. و بیاید جلوتر دیگه، باید شاهد شخصیت های دیگر، تمدن های دیگر و بستر های دیگر باشید. آیا تاریخ زمان پیامبر پیامبر ساز بوده است؟ آیا جامعه عرب پیامبر ساز بوده است؟ آیا بستر فرهنگی تناسب داشته است با اقرا بسم ربک الذی خلق؟ کدوم یکی از این تناسب ها وجود داشته است؟ گواه شاهد صادق در آستین باشد. اگر این جماعت چیزی هم برای مطرح کردن داشتن چی بود است؟ الا حبی به سهنک فسبهینا فلا تبقی حقمور الاندرینا. اینا دیگه بهترین سروده ها و نابترین سخنانی که داشتن یا در وصف شراب بود است، یا در زن بود است، یا در شمشیر بود است، یا مکرن مفرن مقبلن مدبرن معا کجلمود سخرن حتی سیل من عدو. دیگه توصیف این اسبش رو میکرد است که مانند سیلی که از کوه مزید میاد این اسب من حمله میکند. یا توصیف عرض به خدمت و زیبایی های معشوقه میکرد است که قفا نبچه من ذکر حبیب و منزلی به سخت لب و حول دخول و حوملی شروع میکرد است و بالاخره این حال و هوای مغازله های عاشقانه خودش رو بازگو میکرد است. این تمام میراث ادبی و فرهنگی و تمدن این سرزمین است. حالا تو این شرایط کسی بیاد بگه اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یا کسی بیاد بگه آیا تأمل تفکر نیست که این آسمان ها و زمین در هم فرو رفته بودند، چگونه ما اینها را از هم شکافتیم و منفجر کردیم؟ این حرفا را چگون تاریخ به اون بازه زمانی، به اون فرهنگ، به اون بستر. یا کسی بیاد یک مرتبه اونجا بگه ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. عدالت چه مفهومی داره در این جامعه؟ کجا تولید عدالت کرده است؟ کجا در گزینه های اینها، در فرهنگ اینها رده پای عدالت و قسط رو پیدا میکنید که لیقوم الناس بالقسط هدف نهایی این کتاب باشد؟ این مقولات که وجود ندارد. فرمود و اوحی الی هذا القرآن. بهترین شاهد من خود این کتاب مستطاب است. وقتی در بحث اعجاز قرآن عرض میکردم خدمت عزیزان، این رو میگویم از عهده برایم بیرون عرض میکنم عزیزان، در مجموعه 6232 آیه قرآن این نکته برای بنده خیلی مهمه که بیش از 1000 مدخل. عزیزانی که با کارهای علمی آشنا هستند میدونید در دایره المعارف بحث مدخل رو مطرح میکنید دیگه، مدخله. بیش از 1000 مدخل رسمی، یعنی بیش از سرفصل علمی در قرآن وجود داره. شما 1000 عنوان مستقل رو میتونید عنوان پژوهش تو این کتاب قرار بدید. خب این چطور میتواند تولید جامعه بدوی اونچنانی صحرایی اعرابی بیتمدن بیفرهنگی باشد که از دل سنگلاخهای مکه کسی بیاید و بگوید که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یک کسی اومده است که میخواد از دل ظلمت به شریعت رو بکشد، به سوی نور تعالی و روشنی ببرد و چنین رو چنان کند. نابترین حقایق معرفتی الهی که لابلای متون پیشین الهی نه در تورات و نه در انجیل او بوده است، در یه آیه و در یه سوره کوتاه این کتاب قل هو الله احد الله الصمد، تمام ارکان توحید از اولین و آخرین اگر جمعشون کنید در این سوره مبارکه کوتاه اخلاص خلاصه شده و امپتری شده است. تمام اون چه موسی و عیسی گفتن تو همین یه سوره میگوید. بنابراین فرمود و اوحی الی هذا القرآن. بهترین سند مستند من همین قرآنی است که خداوند بر من فرستاده است. و من با این قرآن میخواهم لانذرکم بهی و من بلغ. بگو بیان بر به اینها که من رسول لانذرکم. این لام لام غایت و نتیجه است دیگه، یعنی این وحی شده به من تا من شما را انذار کنم. و من و هران کسی را که بلغه، یعنی این وحی به او برسد. خیلی تعبیر تعبیر زیبایی است، این رو به سادگی نباید رد شد. اولا فرمود لانذرکم. توجه دارید که انذار و بشارت دو رکن اصلی و رکین کار پیامبران الهی است. یا رسولان وحی به بشارت سخن می گفتن یا به انذار. بشارت اینها ایجاد نوید و امید و دلگرمی و اون به اصطلاح تقویت خاطر
اطمینان دادن به اون مسیری که انسان ها دارن طی میکنن و آینده رو پیش روشون روشن جلوه دادن و این تقویت رو ایجاد کردن، خود این بشارت بود. اما انذار، اون حالت به خدا آوردن، بیدارگری و هشدار، نسبتی که با این لباس به محشر نمود خواهی کرد و این توجه رو در انسان ها ایجاد کردن. حالا این نکته رو میخواستم عرض کنم که این مطلب بیان شد. از خطاب پیامبران، این که انبیا از کدام شروع میکنن، از انذار یا از بشارت شروع میکنن، سطح فرهنگ عمومی جوامع مخاطب پیامبران تشخیص داده میشود. اگر دیدید یه رسولی اومد و شروع کرد با بشارت سخن گفتن، بدونید با جامعه والایی صحبت میکند. انسان‌های دارای سطح بالای اندیشه و فکر نیاز به انذار ندارن ابتداعاً، اینها رو باید بشارتشون داد، اینها رو باید نویدها و امیدها رو به حالت تأیید بر اینها بیشتر القا میشه. یعنی سیستم و ساز و کار و مکانیزم تشویق و بشارت در جایی کاربرد مؤثر قوی دارد که شما یه لایه‌هایی از فرهنگ وجود داشته باشه. اگر بیخبری باشد، تشویق تایید بیخبری است در نزد پیامبران، نباید این اشتباه پیش بیاد. اگر دیدید انبیاء الهی به انذار کار خودشون رو شروع کردن، بدونید سطح فرهنگ اجتماع پایین است، نازل است. لذا باید ابتداعاً به خود بیاورند، هشدار بدن، اون تلنگل‌های لازم رو بزنن. افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته رو بگن، بعد اونگاه میتوانند به دنبال اون ارتباطات بعدی رو هم برقرار کنند. و این رو میبینیم در جامعه اون روز و جامعه عرب، بحث انذار هست. در شرایط اون روز جامعه بشر گفتگوی بیدارگری و هشدار است و که باید مردی از اقلیم قبله برخیزد و این چنین به انذار با بشریت سخن بگوید. این نکته اول. دوم، فرمود له انذرکم بهی، تا انذار کنم من به این وحی شما را. بعد فرمود و من بلغه، و هر کسی که به او برسد این وحی. این آیه شریف از زیباترین آیات شریفه قرآن در اثبات رسالت فراگیر و جهانی پیامبر مکرم اسلام است. خود همین، و این از اعجازه هاست. توجه فرمایید، لانذرکم به، تا اینجا یعنی من شما رو انذار کنم دیگه، این ظاهرا مخاطبان قرآن، جامعه اون روز. بعد فرمود و من بلغ، و هر کسی که به او برسد. دو کلمه، من بلغ، یه من موصوله، یه فعل بلغه است. با این دو کلمه جهانی بودن رسالت پیامبر با همین دو کلمه ثابت میشه، و این یه جهان تو این دو واژه افتاده است. این خیلی زیباست از جهت اعجاز و اون زیبایی کلام و لحن خطاب. یعنی چه؟ هر کسی که این سخن به او برسد. ببینید این اونقدر عمومیت دارد این کلمه و لحن قرآن، که تمام زمان و تمام مکان رو میگیرد. هر کسی که این سخن در طول تاریخ بشر تا قیامت به او برسد، وظیفه پیامبر و این قرآن انذار اوست، و پیامبر و قرآن نسبت به او رسالت و مسئولیت دارد. از جهت زمانی، از جهت جغرافیایی و مکانی همینطور، هیچ تهدید حدودی، اندازه‌ای، مرزی، قیدی، تخصیصی برای این کلام در سخن خداوند دیده نمی شود. یعنی فراگیری رسالت پیامبر از جهت زمانی و از جهت مکانی تمام ادوار تاریخ بشر رو و تمام مکان رو در می نوردن با همین جمله و من بلغ. تمام اون کسانی که سخن این پیامبر به گوش اونها میرسد، همه کسانی هستند که این پیامبر نسبت به اونها مسئولیت دارد، رسالت دارد و وظیفه دارد. این از خدای استفاده میشه. و در این حال اون سوی قضیه را اگر نگاه کنیم، باز به بیانی اثبات خاتمیت پیامبر هم میشه با این و من بلغ. یعنی دیگه وقتی که ایشان میآید و اون رسالت خودش رو و انذار خودش رو انجام میده، دیگه کاری برای کسی نمیماند. این باز به نوعی همون بحث خاتمیت، نمیخوام اصطلاح به کار ببرم، طولیه و عرضیه پیامبره، هم در طول هم در عرض، این اثبات میکند و من بلغ.
و در این حال سومین نکته ای که از این کلام کوتاه استفاده می شود و از این جمله کوتاه این است که بحث مسئولیت در قبال وحی الهی متفرع و متوقف بر بلوغ است. بلوغ یعنی چه؟ یعنی رسیدن. تا زمانی که نرسد سخن الهی به کسی مسئولیتی ندارد. اگر رسید این سخن انسان‌ها در قبال اون احساس مسئولیت می‌کنند و این حجت برای همه انسان‌ها. التفات دارید؟ یه اصطلاحی رو دارن در علم اصول، قاعده ایست به نام قاعده براءت. قاعده براءت این گاهی شما اینو می در حقوق به کار میبرن که میگید اصل بر چیست و براءت مثلا. اینو ما در فقه داریم که اگر من شک کردم که من مکلف هستم به برداشتن این در شریعت یا نه، آیا وظیفه من در شرع اینه که این دستمال رو بردارم از اینجا یا نه، میگن اصل اول براءت است. تا زمانی که تکلیفی ثابت نشده است شما وظیفه‌ای به این کار ندارید، موظف نیستید. این میگه مست براءت. مدرکتون چیه برای این؟ میگن ما یه براءت شرعی داریم، یه براءت عقلی داریم. براءت شرعی دلیل دارد، کل شیء لك حلال، کل شیء لك مطلق، فراوان، هر چیزی برای شما راحت، آزاد، مجاز است، الا اینکه دلیل بیاد برای شما اثبات وظیفه کنه، اثبات حرمت کند، اثبات حلیت کند. تا زمانی که دلیلی نیامدد و اثبات نشده شما هیچ تعهد و وظیفه ندارید. ادله نقلی روایی فراوان داریم، از خود آیات هم استفاده می کنند در این باب. اما یه براءتی داریم به نام براءت عقلی. میگن براءت عقلی مستند به چیست؟ میگن بله، قاعده است که اغلا میگویند به نام قبح عقاب بلا بیان. اگر شما بخواد یک کسی رو، اینو خیلی ساده عرض میکنم تو زندگی خودتون، اگر شما به فرزندتون تکلیف نکردید، براش تبیین نکردید که فرزندم این کار رو باید شما انجام بدید، بعد فردا پس فردا هی گله میکنید تو چرا این کار نکردید، تو چرا این وظیفه رو انجام ندادی، میگه بابا شما کی به من گفتید این حرف رو؟ آیا شما گفتید که باید فلان ساعت فلان جا باشی که الان از من گله میکنی؟ چرا در این ساعت حاضر نشدی؟ چرا خلاف وعده کردی؟ شما کجا با من قرار گذاشتید که الان از من طلب وفای به عهد میکنید؟ شما کجا بود از این عهد شما و تعهد شما؟ تا زمانی که شما بیان به من نکردید و تبیین نکردید، کجا از من تعهد میخواهید؟ این رو تمام اغلا تقبیح میکنن، میگن قبح عقاب بلا بیان. قصاص قبل از جنایت گاهی ما این تعبیر رو میکنیم در موردش، اما اون درستره، قبح عقاب بلا بیان. این قاعده عقلی است. این قاعده رو در علم و اصول بزرگان به کار میبرند و در همه جا فراگیر است این قاعده. تا زمانی که حجت تمام نشده باشد، تا زمانی که نرسیده باشه سخن الهی، خواسته الهی بر بشریت، انسان‌ها در قبال ذات باری تعالی تکلیف ندارند. اباحه، اصل اباحه است، آزادی است. تا زمانی که بازگو نشد، و از خود این آیه مواردی است که این استفاده میشه، لانذرکم بهی و من بلغ، من مأمورم که این رو انذار کنم، برسانم به شما به هر کی رسید. پس اگر به هر کسی نرسید دیگه این خطاب اگر یه زمانی نرسید برای اون مسئولیتی هم ایجاد نمی کند. اینو مستند به این قاعده میشه استفاده کرد. به دنبال اون فرمود، خب ما که گفتیم شهادتمون رو، شاهد ما خداست، بهترین شاهد برای اثبات حقانیت، اون هم از طریق این وحی که اشاره کردیم. حالا شما بگید چه دارید، بگو تا چه داری بیار از خرد، شما در چند تا چه دارید؟ اینکم لتشهدون ان مع الله اله اخرى، آیا شما برای این شرک خودتون مدعی دارید، دلیلی دارید؟ آیا میتونید شهادت بدید که در کنار خداوند میتواند آلهه‌ای باشد، میتواند صاحب اختیاری باشد، میتواند معبودی باشد در عرض الهی؟ آیا میتونید؟ قل، پیامبر معطل نکن، قل لا اشهد، و تو بگو که شهادتی نیست و شاهدی در این جهت نیست. قل انما هو اله واحد، سخن رو به توحید ختم کن و بگو انما هو اله واحد، او اله واحدی است که وحدانیت او در تمام هستی و وجود تجلی و ظهور دارد. و سخن رو با این جماعت تمام کن و اننی بری ام ما تشرکون، و بگو من بری ام از اون چه شما با اون شرک می‌ورزید. خود براءت، لغت براءت به معنای فاصله گرفتن است. من فاصله دارم
از آنچه شما نسبت به اون تعلق فکری دارید. مما تشرکون. این آیه آیه زیبایی است، همین آیه 19 هم که تلاوت شده الان و بازگو شد. قل ای شیء، قل الله شهیدون، به دنبال اون قل لا اشهد، سه مرتبه ذات باری تعالی توی یه آیه به پیامبر فعل امر قل رو مطرح میکنه و یه شکوه خاصی به این پیام توحیدی میبخشه. به دنبال اون فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. خب بعد از خداوند چه کسی میتواند روشنگری کنه در این جهت و به بیانی شهادت بدهد؟ چه کسی میتواند در اینجا بنشیند و بر حقانیت این مرد سخن بگوید؟ این رو در قرآن جورا جور دیدیم، یعنی انواع مختلف این شهادت رو دیدیم. شاید سریعا به ذهنمون میاد همون آیه که عزیزان حفظید، پایان سوره مبارکه رعد، بعد از خداوند بهترین شاهد صدق مدعای پیامبر چه چیز میتواند باشد، چه کس میتواند باشد؟ خدا اگر شاهد است، به این کتاب شاهد است. شهادت خداوند بر حقانیت پیامبر به خط خط آیه آیه این کتاب اثبات میکند حقانیت مسلم او را. در کنار این کتاب و قرآن، شاهد دوم پیامبر چه چیزی میتواند باشد؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا. پیامبر کافران میگویند تو رسول نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بگو بهترین شاهد بین من و شما پس از خداوند سبحان چه کسی میتواند باشد؟ اون کسی که در نزد او علم الکتاب است. خیلی این تعبیر و اون تعبیر رو کنار هم بچینید، یه صحنه بسیار زیبایی رو میشه استفاده کرد. شاهد اول صدق پیامبر شد آیه آیه این کتاب و حقیقت این کتاب عظما و وحی آسمانی. شاهد دوم اون کسی که علم تمام و کمال به این کتاب دارد. اجازه بفرمایید این فکر، من این نکته رو به این شیوه به بیان خودم عرض کنم. یه شاهد همین قرآن که میبینید، یک شاهد عینیت قرآن، حضور عینی قرآن، حضور خارجی نه خطی، حضور خارجی قرآن، یا همان قرآن ناطق در کنار این قرآن صامت. این شاهد دوم. و من عنده علم الکتاب. و این جامه و این ردا برازنده هیچ کسی نیست جز وجود نازنین اسد الله غالب، امام به حق ناطق. آیه آیه قرآن میتواند و وجود علی ابن ابی طالب میتواند اثبات کند حقانیت رسالت پیامبر رو. یعنی این بود دوم شو اگر نگاه کنیم، ما حاصل مکتب تربیتی پیامبر علی ابن ابی طالب است. خود وجود او بهترین حجت موجه بر عمق تعالیم نبی مکلم است. ادبنی رسول الله فاحسن تأدیبی، پیامبر منو ادب کرده است و خوب منو اداب کرده است. و انا ادیب رسول الله، و من تربیت شده پیامبرم. اگر میخواید مکتب او را ببینید به من نگاه کنید، من محصولات کارخانه فرهنگی پیامبرم، تولید فرهنگی پیامبر، من علی ابن ابی طالبم. این نمونه عالی و الگوی خارجی که این اثبات می کند مهارت، حذاقت، توانمندی، قدرت علمی این دانشکده را، این دانشگاه را، این معلم را، این کارخانه تولید فرهنگ را. این میشه دو تا شاهد سه. خب حالا بعد از اون بالاخره در اون مقام بالا بیاید یه قدی پایین تر. بله ما این که در این زمان، اما قبل از اون آیا اشاره ای، بشارتی، لطیفه ای در این جهت وجود دارد بر این صدق مدعا؟ الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اگر پرده های لجاجت به کناری برود، اگر جلوه حقیقت خود را نشان دهد، الذین آتیناهم الکتاب، اونهایی که ما بهشون کتاب را دادیم، یعنی اهل کتاب، یعنی یهودیان، مسیحیان، الذین آتیناهم یعرفونه، اونها هم میشناسند، اونها هم میشناسند.
یعرفونه. بعد تعبیر رو ببینید، خب یعرفونه رو ما در جای دیگه هم قرآن داریم، پیامبر است که یجدونه عندهم مکتوبا فی التوراة و الانجیل، اینو که در سوره مبارکه اعراف هم میگیم، و بالاخره این پیامبر است که خداوند مکتوب کرده است، اون رو تذکر داده است در کتب پیشین آسمانی، حضورش را، وجودش را، ظهورش را. اما اینجا تعبیر لطیفی به کار میبرد، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همینطور که اینها فرزندانشون را میشناسند. این چه تعبیریست، این چه نکتهیست که خداوند به کار میبرد. ببینید در این روابط خانوادگی و اجتماعی، خب بالاخره انسانها در این برخوردها، تعاملاتها، نشستن و برخواستنهاست که به یکدیگر آشنایی و عرفان پیدا میکنند. اگر بخواید نمونه عالی یه شناخت دقیق رو در جامعه مطرح کنید، میتونید مثلا شناخت خواهر برادر رو به هم یه شناخت جامعه بدونیم؟ نه، بالاخره اینا یا بزرگترن یا کوچکترن، یا بالاخره قبل و بعدشون، حالا خیلی از پوشیدگی ها، خیلی از مسائل و خیلی از چیزها، رقابت ها، رفاقت ها درش دقیقا تاثیرگذار است در این شناخت. آیا و زن و شوهر میتونن بهترین شناخت رو به هم داشته باشن؟ نه، اینا بالاخره یه زمانی سوابقی داشتن، حالا اومدن با هم ازدواج کردن، یکی شدن. حالا از حجاز و چین و ایران میم، ما هر کدام از یه سو بودن، شرقی غربی، این خانواده اون خانواده، با یه فرهنگ متفاوت، با یه داشته های گوناگون، وراثتی، ژنتیک، غیره، تربیت، حالا اومدن کنار هم نشستن، حالا میخوان شروع کنن با هم تعامل رو، همزیستی مسالمت آمیز و زندگی مشترک رو میخوان با هم شروع کنن. حالا کم کم دارن هم رو میشناسن، بعد از 20 سال میبینید هنوز هم به خوب نشناختن، هنوز هم باز نمیدونن حساسیت های هم رو، باز هنوز پا میگذارن بر نقاط تاثیرگذار و اثر منفی در زندگی. آیا فرزندان پدر و مادر رو میتوانن خوب بشناسن؟ بالاخره این پدری که شما بعد از در 25 سالگی اون، در 30 سالگی اون، در 40 سالگی اون به دنیا اومدید، این مادر بزرگواری که بعد از این سالها شما رو به دنیا آورده است، ما چه خبری داریم از گذشته، سوابق، اعمال، رفتار، اندیشه ها، تفکرات، خورده ها، نوشیده ها، ما چه میدانیم چه خبر بوده است؟ چه تعبیر عجیبی رو قرآن به کار میبرد، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. بهترین شناخت، شناخت والدین به فرزندان است، به شرط اینکه پدر و مادر حواسشون باشه، نه اینکه نباشند، به شرط اینکه نقش پدر و مادر از این نقش غافل نباشند، اینو درست ایفا کرده باشند. از اون لحظه ای که تصمیم ازدواج رو گرفتن، شناختشون به فرزندشون شروع شد، چون شناختشون به خودشون شروع شد. از اون زمانی که انعقاد نطفه شد، در چه شرایطی بود، خوشی بود، ناخوشی بود، عصبیت بود، غضبیت بود، اعتدال روحی بود، آرامش بود، ناآرامی بود، استراب بود، چه اتفاقی گذاشت در اون لحظه، کاملا ثبت شده است. این 9 ماه مادر میداند با فرزندش چه کرده است. هنگامی که به دنیا میاد، این پدر و مادر لحظه به لحظه دارن سانت سانت، گرم گرم، رشد فیزیکی، رشد جسمی و روحی این فرزند رو به مشاهده می نشینند، دقیق شماری می کنند برای حرکات، سکنات، رفتارها، و دقیقا تصویر برداری ها اینا تمام حالات وجودی این فرزند رو در بر میگیرد. عالی ترین و بهترین شناخت ملموس، عینی شناخت والدین، پدر و مادر به فرزندانشونه. چه تعبیر قرآن، عالمان و بزرگان اهل کتاب همین گونه حقا میشناسند این پیامبر را، یعنی با این علامت و با این نشانه ها. دریقا و دردا که حقیقت در زیر عصبیت چهره خود رو بپوشاند و عیان و مطرح نشود. فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. اما اونهایی که خسارت میکنند در این سوق و در این بازار زندگی، از دنیا سوق، در این بازار زندگی، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اینها متاسفانه کسانی هستند که دیگه بهره‌ای از ایمان نمیبرند و هیچ سعادتی در این جهت نیست. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالم. تعبیر تعبیر تندی است که بارها این رو در قرآن میبینیم، خدا دیگه به اوج میبرد. و من اظلم، کیست ظالم ترین، افعل و تفصیل، کیست ظالم ترین ظالمان،
از اون کسی که افترا علی الله کذبا، اون کسی که به خداوند افترا. ببینید دروغ، گاهی انسان یه خلاف واقعی رو میگه، ساعت نمیدانم 8:45 هست فرض بفرمایید، یه کسی خلاف واقعی رو میگه، هر نوع خلاف واقعی را کذب میگوییم به هر شکلی که باشد، در حق خوردنی باشه، پوشیدنی باشه، انسان باشه، حیوان، در هر چیزی اگر هر دروغی رو گفتیم اسمش کذبه. اما اگر دروغی را به دیگران گفتید افتراست. افترا به اون دروغی میگن که در حق دیگری گفته میشه. ممکنه از خودش یک کسی شروع میکند به لاف زدن، چنینیم و این منم طاووس لین شده، اینا رو افترا نمیگن. انسان اگه دروغی رو به خودش میبنده نمیگن افترا، به دیگری که میبندد میگن افترا. پس افترا اصلا دروغ به دیگر است. حالا این افترا مراتب دارد، تا اون دیگر که باشد، به یه انسان محترم دارای شخصیت معمولی جامعه، به یه انسان وارسته فرهیخته فرزانه، به یه ولی ذوالجلال، به یه وصی نبی، به یه نبی، تا به ذات باری تعالی پله پله برید بالا. و من از نمام من افترا، کیست ظالم ترین ظالمان؟ اون کسی ظالم ترین است که افترا بر خدا میبندد، سخنی رو به حق نسبت میدهد. حالا اینجا چیزیست، او کذب به آیاته، اول نسبت دروغ بعد تکذیب آیات. حالا اینجا چه کسی؟ طبیعیست چون بحث شرک و توحید است، اینجا مراد مشرکان است، ولو اینکه این در حق دیگران هم بوده است. موارد زیادی داریم این رو در قرآن، این تعبیر از لم رو. بالاخره گاهی به کسانی که ادعاهای دروغی رو به خدا نسبت، لن تمسن النار، اصلا آتش ما رو نمی سوزانه، اگر بهشتی خدا قرار داده است، لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، بهش ملک تلق یهودیان و مسیحیان است. این چیزهایی که خدا میگوید از زبان جماعتی به تلک امانی، اینا اتهام است، دروغ است، نه خدا گفته است اینا رو، نه پیامبری گفته است، افترا علی الله، اینا افترا علی الله است. گاهی از این نوع. اما اینجا بحث شرک و توحید است، ایمان و کفر این چنین نیست در این قالب. انه لا یفلح الظالمون، میفهمد خداوند به فلاح نمیرساند ظالم را. این کلمه رو گاهی اشاره کردم، بد نیست بگویم و مطلب رو به پایان برسانم. فلاح، فلاح، اصلا فلاح میتونیم بگیم ادراک البغیه به تعبیر لغوی یون عرب، یعنی رسیدن به اون غایت مطلوب. وقتی انسان به سلامت به اون خواسته مطلوبش میرسه، این رو میگن مفلح، این میشه فلاح. ما فلاح رو در پارسی مثلا رستگاری ترجمان داریم که حالا شاید خیلی مطابق نباشه، میرساند معنا رو به نوعی. اما رسیدن به اون اوج خواسته ها، یا به همان موفقیت یا به رستگاری، لازمه اون گذار از وادی ها و خانه های مختلف است. در خود لغت این کاملا افتاده است. اصلا فلح در لغت عرب یعنی شق، یعنی شکستن، یعنی موانع رو یکی بعد از دیگری شکستن. مثل این که انسان اگر بخواد شاهد خوشبختی را در آغوش بگیرد در زندگی و انسان کامیابی باشه، سیر زندگی او را به موفقیت رهنمون نمی کند. این ما هستیم که به زندگی باید جهت بدیم، این ما هستیم که باید این منطق سخیف زمان را با تو نسازد، تو با زمان بساز را زیر پا بگذاریم و بگوییم زمانه با تو نسازد، تو با زمانه ستیز، حدیث بی خبران است، تو با زمانه بساز. اینی که انسان سختی ها، موانع، مشکلات رو ببیند پیش رو و شق کند، بشکافت یکی بعد از دیگری، وادی به وادی این خانها رو بردارد تا برسد به اون سعادت و نیکبختی و کامیابی خودش. در خود واژه و لغت همه این مفاهیم تو همین کلمه فلاح دیده میشه. رستگاری و موفقیت دست نمیدهد مگر اینکه انسان خط شکن باشد و صف شکن باشد، بزند دریا دلی کند، بزند به دل مشکلات.
با فراست، زیرکی، هوشمندی و مقاومت و صبوری در قبال موانع سینه رو آماده کند و پا بگذاره. اگر میخواد مانع جهل رو مقابله کنه باش، اگر میخواد مانع عجز رو، مانع بخل رو و تمام این موانع درونی و بعد موانع برونی، اینها لازم به این است، این لازمه این کار است که انسان به هر حال قوی پنجه باشد، دریا دل باشد، فکر رو قوی و غنی کند تا بتونه به فلاح و رستگاری برسد، و الا سیر زمان کسی را به سوی سعادت و نیکبختی نمیبره. اسیر امواج روزگار بودن کسی را به ساحل نجات نمیرساند. فرمود انه لا یفلح الظالمون. حالا خود تعبیر قرآن رو، خدا به فلاح و نیکبختی نمیرساند ظالمان رو. کلمه ظلم ببینید خروج از هنجار است، یعنی اصلا از مسیر و یه هنجار معمول خارج شدن ظلم است. هر چیزی را، حرکتی را، پدیده ای را، استعدادی را، تولیدی را در مسیر خودش قرار بدید اسم این عدله. عدالت یعنی هر جریانی در مسیر خودش قرار بگیرد، هر پدیده‌ای در موضوع له خودش استفاده بشه، هر توانایی در مجرای خودش به کار بسته بشه، این رو میگیم عدل. پس ظلم خروج از هر مسیر حقی است، نام این میشه ظلم. یه معنای گسترده برای ظلم دارد. مسیر وجود و هستی انا لله و انا الیه راجعون است. ما آدمیان منتها الیهمون به تمام معنا حضرت اوست. هر حرکتی که ما انسانها رو از مسیر خدا خارج کنند ظلم است. حالا این میخواد کفر باشه، کفر ظلمه. میخواد شرک باشه، شرک، ان شرک لظلم عظیم، ظلم است. میخواد اسیان و گناه باشد. اصلا تمام گناه ها چیان در قرآن؟ ظلمه. همیشه خداوند گناهکاران را با عنوان ظالم معرفی میکنه، چون گناه انسان رو از این مسیر و از این سراتی که استعداد، توانایی، شکوفایی، بروز و ظهور وجود انسان در این وادی است خارج میکند، به انحراف میبرد، این توانایی ها را از انسان سلب می کند، می گیرد و به تباهی می برد وجود انسان رو. این میشه ظلم. حالا اینجا و من ازلمو دیگه، اینجا بحث همون ظلم بزرگ است و ظلم بزرگ رو الان عرض کردیم، بحث شرک است. خب چه ظلمی از این بالاتر که انسان در قبال غنی علی الاطلاق و اون لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، دارنده اون صفات و اسماء الحسنا، یه مخلوق ضعیف و یه موجود ذلیل اون رو قرار بده و گاهی این طرف گاهی اون طرف نیازش ببرد بربر یه موجود ضعیف، یه مخلوق ناتوان، و در قبال او کرنش کند، سجود کند، اون رو معبود قرار بده، اون رو معشوق قرار بده، اون رو محبوب قرار بده در عرض و در کنار ذات باری تعالی. این چه ظلمی از این بالاتر؟ این ظلم به کیست؟ به خداست. این ظلم به کیست؟ به من، به نفس خود انسان. این بودشه بگید. این چه ظلمی بالاتر که این انسانی که خداوند این لیاقت و این قابلیت رو به اون داده و این رخصت رو به این، خیلی مهمه که عرض میکنم ازان دقت کنید، این رخصت رو به اون داده که بی حجاب، بی مانع، چهره به چهره بنشیند، بگوید الهی انت الرب و انا المربوب، انت الخالق و انا المخلوق، انت الرازق و انا المرزوق، انت الغنی و انا الفقیر. میتونه اینطور چهره به چهره، اون شکوه، این من این رو چند روز قبل تو کلاس میگفتم، بعد خیلی برای دوستان عزیز تو دانشکده خیلی جالب بود اومدن، بعد سوال گفتم شما نه عبادتی، نه اینا نمیگم، من از این زاویه نگاه نکنید به قصد عبادت و نه، فقط با همین عنوان که عرض میکنم برید 4-5 صفحه اول ابو حمزه رو بذارید کنار، از صفحه 4-5 شروع کنید، 2 صفحه‌شو بخونید. شما 4-5 صفحه اول عرفه رو بذارید کنار، از وسط 4-5 صفحه‌شو برید ترجمه فارسیشو بخونید، ببینید از این عاشقانه ترین نامه تا به حال تو عمرتون خوندید که کسی برای معشوقش بنویسه؟
از این مغازله به معنای واقعی خوشتر و شیرینتر سراغ دارید بیاورید. خدایی که این فرصت رو به بندگانش داده است و این عنایت رو کرده است که اینا میتونن این گونه به این زیبایی به این شکوه خاطرم هست هستن بعضی از عزیزان در انجمن که من سالی بود 76 بود چند بود بالاخره توی سفرهای عمره بود رفتیم با دوستان خب استهزار ده دیگه اون ایام متاسفانه حالا هوای دیگری جبل الرحمه رو دیدیم که بالاخره این رشتر را بردند و اینا عکس یادگاری میگیرند و تو پله ها هم که تا بالا دیگه این بساطی ها عینک آفتابی میفروختند و فلان اینها رسیدیم بالا و این استوانه و جبل الرحمه پناه به خدا میبریم یک حزنی یک غمی یک اندوهی به دل آمد که بی اختیار اشک من جاری بود. دیگه مرتبه دوستان گفتم آقا بیاید بنشین باز کردیم و حالتی رفت که محراب به فریاد آمد و عرفه رو باز کردن رو به کعبه همون بالا دوستان نشستن همین یه صفحه از انته انا انته انا از این کلمات هستنش رو برای دوستان ترجمه کردم و اشاره کردم. اون دوست توانمند شهرمون هم بودن ایشان هم بعد شروع کردن یه زمزمه و نجوایی رو خوندن یه ولوله روی این جبل الرحمه ایجاد شد. اومدن تمام جماعت نشسته بودن و یه حال هوای غریب و عجیب یه دو خط سه بند از این کلمات میبینید اصلا آتش به جان انسان میافکنه. حالا انسانی که خدا این موقعیت گفتگو و این نوع ارتباط صمیمانه تنگاتنگ بیهجاب رو به اون عنایت کرده است حالا این انسان وجود خودش رو در اختیار یه سنگ و چوب قرار بده از این ظلم بالاتر هست؟ اختیار خودش رو به یه انسان ضعیف زبون به یه طاغوت بسپارد از این بالاتر ظلم هست؟ این که انقدر انسان خودش رو رخیص پست و ارزان بفروشد چه ظلمی از این بالاتر؟ باوری که میتواند در اون جایگاه شاهی بنشیند در اون اوج عالی و در اون ملکوت اعلا بر اون کهکشان بلند سیر کند حالا بیاد این در این ذلت و عزیز قدم بزند و من ازلمو کیست ظالمتر از این که افترا علی الله کذبا قسم اولش او کذب با آیات این قسم دومش انه لا یفلح الظالمون و ظالمون هیچگاه به فلاح و سعادت مسلم نخواهند رسید و این حکم قطعی خداوندی است و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا ان شاء الله ادامه آیات رو خدمت عزیزان و بزرگواران نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان به عظمت آیه کلامش دلهای ما رو به نور توحید بیش از بیش منور بگرداند. دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و با کوتاه مگردانه. صلواتی نهد بفرمید. آمین.